درود به همیهنان ارجمندم در سراسر ایران و در سایر کشورهای جهان. درود بر ملتی دلاور که به پا خواسته است تا برای ضروری ترین چیزی که برای زندگی لازم است، یعنی آزادی، اونو به دست بیاره. در طی این سالها بارها این ملت برخاست، شاید بتوان گفت این سومین باری است که در سطح گسترده به پا خواسته است و این بار قابل مقایسه با دفعات قبل نیست، زیرا تمام کمیت های این 43 سال به کیفیتی تبدیل شد که قتل وحشیانه مهسا امینی جرقه جنبشی رو زد که خاموشی پذیر نیست و تفاوت این جنبش با سایر خیزش های سالهای گذشته این است که این بار مردم در یک جبر تاریخی قرار دارند و به میدان آمدند، زیرا می دانند که اگر به میدان نیایند این بار تمامیت میهن و ملت در خطر است. و درود به یاران و همراهان برنامه‌های در شناخت هویت ملی و در شناخت تاریکی ها و روشنایی های آن. 94 برنامه رو پشت سر گذاشتیم با هم و در حال گذر از 95مین قسمت این بررسی هستیم تا بدانیم چیستیم و چه شدیم. و درود به یاران و همراهان میهن تیوی که مثل همیشه بار سنگین پراکندن حقیقت و نور رو بر دوش دارند، پرتوان باشند و نفسشان گرم و پایدار. همیهنان گرامی، یاران ارجمند، طی برنامه های قبل من بارها تکرار کردم که ما شانس این رو داشتیم که در این برنامه ها به نقطه‌ای برسیم که با قیام ملت ایران من جمله در پایه‌ها برای هویت طلبی همگام و هماهنگ شویم. کسانی که در داخل ایران هستند و علم حضوری دارند بهتر این رو میبینند. در افق روشن روشن است که نبرد پایه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد. مردمی که در طی یک سال خط فقرشون از 6 میلیون رسیده به 20 میلیون میدانند که باید برای این جنگید، زیرا امکان زندگی رو آخوندها برای ملت باقی نگذاشتند. وضع سیاسی روشنه، همه چیز در دست آخوندهاست. ملت بازی چند به گفته کتاب آسمانی آخوندها و کسانی که این کتاب باور دارند عبدند، بردند، ولی این بار بردگان آخوندهایی که نمایندگان الله خودشون رو میدونند. از نظر اجتماعی وضع مشخص خفقان و سرکوب و این فضا موجب شد آخوندها از درون ما به بیرون رانده شوند. من بارها تأکید کردم اگر میخواییم ایران رو بشناسیم و علل ظهور آخوندها رو باید فقط نپرداخت به 57 سال حکومت پهلوی و دروش کردن نقاط ضعف و ندیدن نقاط قوت، بلکه باید 400 سال مسمومیت شیعی رو از ظهور شاه اسماعیل صفوی و قبل از آن ظهور شیخ صفی اردبیلی و همکاری اونها رو با مغول‌ها، با تیموریان و
بعد تبدیل شدن اونها رو به یک دولت بررسی کرد و دانست که چه بر سر ما آمده است و چه تاریخی پشت سر ما قرار دارد. و نیز قبل از اون باید ایرانی رو که پس از دولت ساسانی فرو ریخت و هویتش رو از دست داد بررسی کرد. آخوند، عالمان دینی به درون ما سرازیر شدند. من بارها تأکید کردم شاهان جهان بیرونی ما رو کنترل می کردند، حتی بدترین شاهان. و وقتی می مردند و می رفتند فراموش می شدند، ولی آخوندها هرگز فراموش نمی شدند، زیرا در درون نسل اندر نسل حفظ می شدند. و فاجعه اینجاست، اگر ما این رو درست بفهمیم بهتر می تونیم ماجرای سال 57 اون انقلاب سیاه رو که ما رو به میدان آورد و با درود بر خمینی، مرگ بر شاه، مرگ بر امپریالیسم، خلاصه برخواستیم و حضرات بر سریر قدرت نشستند رو بهتر بفهمیم. وقتی که آخوندها به دلیل 43 سال حکومت و تجربه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم و رنجایی که ملت کشید از درون اندیشه و خرد ما به بیرون رانده شدند، ما تونستیم اونها رو ببینیم. اینجا جنگ شروع شد، جنگی که الان ادامه داره. و در این جنگ آخوند دیگه نمیتونه با روزه موسی بن جعفر خواندن و بیان معجزات و کرامات دروغینی که هرگز وجود نداشته، بزرگترین کرامت، کرامت سیاه، ظهور حکومت آخوندی است و بلایی که بر سر ملت ایران آمد، دیگه نمیتونه باورهای خودش رو که خودش هم باور نداره و میدونه حقبازی است به ما بقبولاند. ما معصومانه و مظلومانه قرنها این باورها رو قبول داشتیم، اسامیمون از اونها گرفتیم، دعاهامون رو از اونها گرفتیم، آرزوهامون رو از اونها گرفتیم، نقاط اتکامون رو از اونها گرفتیم، همه چیز رو از اونها گرفتیم. ولی الان این قضیه تموم شده و این بار آخوند دیگه روزه نمیخونه، کور میخونه، دستور میده تجاوز کنید، مهاره بندین ها در زندان ها، هر بلایی میخواید بر سر دختران، زنان اسیر بیاورید. و اینجاست که جنگ هویت جنبه مادی و عینی به خودش میگیره و مجسم میشه. شما نگاه بکنید، تا به حال خب میکشتند، داستان دار و اعدام چیز تازه ای نیست. 4 دهه، بیش از 4 دهه است از روزی که پای خمینی به ایران رسید کشتار شروع شد. جنگ رو به کناری بگذاریم، هزاران هزار نفر، تیرباران ها، اعدام ها، دست بریدن ها، شلاق زدن ها، ولی چون در درون ما بود باز هم تحمل می شد، باز هم امید بود که مثلا اون لبخند جناب خاتمی و کلیدی که در دست روحانی بود و اون بساطی احمدی نژاد را انداخت راه امیدی بگشاید، زیرا ما به خیال خودمون انقلاب کرده بودیم، شاه را انداخته بودیم، خمینی رو خودمون آورده بودیم، به دینمون رسیده بودیم، بالاخره ایران رو اسلامی کردیم. وقتی اینا تموم میشه، وقتی شک شروع میشه، وقتی میبینیم که نخست اندک اندک با نویسندگانی مثل سعیدی سیرجانی و پوینده و میرعلایی و خیلی های دیگه که همه اینها در قتل‌های زنجیری کشته شدند، این جنبش شروع میشه که ما چیز دیگری بودیم و ادامه پیدا میکنه، اسامی بچه ها عوض میشه. الان شما نگاه بکنید اکثر جوانان رشید و شریف و زیبای ما رو که کشتند، اینا اسامیشون اسامی ایرانی است. یعنی مشخصه که از 20 سال قبل یک چیزی شروع شده بود.
این جنگ شروع میشه، آخوند چیکار میکنه؟ این بار دعا نمیخونه، برای اینکه همه چیز به دست آورده، ما همه چیز رو از دست دادیم. آخوند مانند زالویی که چسبیده باشه به پیکر ایران، همه چیز رو به دست آورده، پول، ثروت، قدرت، هر کاری دلش میخواد میکنه. بنابراین زالوهای حاکم نمیان عقب نشینی بکنن، راه عقب نشینی نیست. عقب نشینی برای نیرویی است، حکومتی است که چیزی باقی گذاشته که عذرخواهی بکنه و یک به قول معروف دوستی ملی رو دامن بزنه. اینها از این کارها نیستند. میدونند مردم نمیتوانند عقب نشینی کنند، زیرا همه چیز از هم پاشیده، زیرا دولتی که نمیتونه خط فقر رو بشکنه، نمیتونه کار تولید بکنه، نمیتونه اموال مردم ایران رو به کشورهای بیگانه نده و جنبش های ارتجایی رو تقویت نکنه، بنابراین چیکار میکنه؟ چنگ و دندون نشون میده. این روزها ما شاهدیم که این چنگ و دندان نشان دادن ها روزمره شده. شما نگاه بکنید در همین روزهای اخیر ما با چنگ و دندان نشان دادن به اصطلاح قوه قضاییه که اسمش باید گذاشت، قوه جنایت و سرکوب و جرم روبرو هستیم. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد بر درستی صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان، نه برای چریک مسلح، نه برای کسی که مثل دوران شاه مثلا مجاهد فدایی بالاخره اسلحه دست میگرفت، شلیک میکرد نمایندگان دولت رو، میکشت افسرانش رو، سرهنگ زندیپور رو مثلا کشتن یا مستشار آمریکایی رو، دستگیر میشدن، تعدادشون اعدام میشدن، تعدادی افسای سنگین. ولی اینها برای معترض، چیزی که در اون قانون نکبت اساسیشون همه با همه فضاحتش تأکید کردن که مردم حق اعتراض دارن، میگن که باید کشت اونها رو و کسانی رو که خلاصه منتقد هستند، میگه باید عقب نشینی کنن، کوتاه بیان و از قرآن آیه و سوره میخوند که پروردگار دستور داده. پس میبینیم در کنار آخوندها در این جنگ هویت، جنگ یا همه چیز یا هیچ چیز، بودن یا نبودن به قول شکسپیر در هاملت، پروردگار نیز در کنار آخوندها ایستاده. پروردگار که نه، اسمشو پروردگار، الله آخوندها کنارشون ایستاده و خواهیم دید که تمام چیزی رو که دارن به میدان خواهند آورد. این جناب ستایشی جالبه که میگه این نهاد جنایت و سرکوبی که تا به حال ده ها نفر رو اعدام کرده و بیش از 500 نفر رو ظرف دو ماه اندی کشتند در خیابان ها، میگه این مدارا داریم میکنیم ما، ولی اینها مرتکب جرم شدن، محاربند، باید خلاصه اعدامشون کرد. و چنگ و دندون نشون میده که نخواهید این تیغ رو کند بکنید. حال شما نگاه بکنید، این در شرایطی است که تحت فشار شکنجه، همه میدونند، از متهمین اعتراف میگیرند، وکیل اختیاری ندارند، تشریفات قضایی ندارند، مورد ضرب و شتم قرار میگیرند، چیزایی که دیگه احتیاج نیست من اینجا بیان بکنم. یا این جناب محسنی اژه‌ای که از جلادان نامدار این حکومته، تمام معترضین رو محارب میدونه و مجازات اعدام رو برای محاربین از اختیارات مطلق قاضی میدونه. و خلاصه عقب نشینی در کار نیست و صریحا میگن اگر اختلافی هم در فقهای شیعه وجود دارد، در تعیین کیفر و یا مجازات است، نه اینکه کوتاه بیان. و با کمال خلاصه خضوع میگه ما مخلص هم هستیم،
ولی قانون ما برای جرایم خشن و جرایمی که جامعه را مختل می کند فصل الخطاب است. بزرگترین عامل اختلال جامعه خود آخوندها و جنایتشون است، ولی اینها جامعه خودشون رو مختل می بینند با جنبش و خیزش بزرگ ملت ایران و چنگ و دندون نشون میدن که ما می کشیم. ببینید، من این نمونه رو از ده ها نمونه اشاره کردم که این رو بگم که این جنگ جنگیست واقعی، یعنی الان از پرده به در آمده. یار فریبکار سابق ما ملت، آخوند دوست داشتنی که اگر هم دوستش نداشتیم در درون وجودمون داشت نفس میکشید، از پرده به در آمده و چنگ و دندان نشان میده و ما باید این رو بشناسیم. یکی از مشکلاتی که ما در روزگار گذشته داشتیم، در صده‌های گذشته و حتی پس از مشروطیت، پس از انقلاب مشروطیت، عدم شناخت تاریخ، عدم شناخت آخوند، عدم شناخت مقدسین و مقدسات آخوند، خدای آخوند، پیامبر آخوند، امامان آخوند و انواع این چیزها بود. این موجب می شد که ما اگر مثلا بخوایم شک کم بکنیم، بگیم آقا انشالله بز است، اصف قضیه اشکال نداره و فلان آخوند مثلا اشتباه کرده ولی بقیه خوبند. یعنی اینا به زندگیشون ادامه می دادند. ولی باید واقعا رفت و از پایه و ریشه دید که اینها نه تنها اجنبی هند، ضد ایرانی هند. باید رفت ریشه ها رو دید، نه تنها خامنه ای رو، خدای خامنه ای رو، تاریخ خامنه ای رو، کارکرد اون رو و شخصیت هایی که واقعا نمایندگان تاریخی آخونده هستن. باید به همه اینها پرداخت تا ما بدانیم که مقوله جنگ هویت که الان درگیر هست و جوان ایرانی، هفته قبلی دید که این جوانی رو که اعدام کردن در شیراز، موقعی که در پایان کار ازش خواسته بودن می بردن به پای دار، تو آرزوی وصیتی نداری؟ گفت دلم نمیخواد که بر سر مزار من قرآن بخونن و آخون بیاد، بلکه شادی بخونند و خلاصه آواز بخونند. این یعنی جنگ هویت. و شجاعانه رفت و جزو جاوید جانان سرزمین ما شد تا روزی او رو در میدانها بازیابیم. ببینید، آخوند از اول همین کثافت و نجاستی بود که امروز است. ما نمیشناختیم، ما هویتون رو نمیشناختیم، چون هویتون با ما یکی بود و این مسئله است که باید روش دقت کرد. نمونه ها زیاده، من یک نمونه رو فقط برای شما میگم که از مقدسین آخوندهای کنونیست و خیلی بهش احترام میذارن. میتونید مراجعه کنید به نام این آدم. من یک نمونه رو فقط میگم، یکی دو نمونه رو، تا یک کمی از سعد بریم به اون و ببینیم که مشکل ما چی بود و در این جنگ هویت چه جانورانی بر ما حاکم بودند و مورد احترام ما بود. یکی از اینها سید محمد باقر شفتی است. در پایان قرن 12 خورشیدی زاده شد، 1180 یا حوالی، در روستای طارم زنجان و در 1260 این آدم درگذشت، در مصادف با فروردین سال 1223 خورشیدی، یعنی حدود کمتر از 200 سال قبل. معروف بود به رشدی و بیدابادی، فقیه بود، روحانی شیعه بود و چیزهای ازش بیادگار مونده. مسجدی در بیداباد اصفهان ساخته و یکی به زبان امروزی از میلیاردرهای زمان خودش بود از نظر مالی. اولین کسی است این آدم که در آیین اسلام و
تشیع به عنوان حجت الاسلام یعنی دلیل اسلام خلاصه معروف شده. واقعا هم باید تأکید بکنم که او یکی از دلایل و حجتهای واقعی اسلامه. یعنی بگذاریم از این که این بد است، اون خوب است، این آخوند درست است، این نواندیش مذهبی کوشش میکنه بگه آقا مثلا علامه طباطبایی تفاوت داره با خمینی یا نمیدونم آیت الله طالقانی یا منتظری. احترام ملایان خوب واجب، ولی شناخت ریشه ها رو باید دید که ریشه ها به یک جا میرسه. این جناب حجت الاسلام حجت راستین اسلام است و بعد از اون این لقب به بقیه گذاشته شد. او هم قاضی بود، هم مفتی بود و کتابی نوشت که چگونه اسلام رو در زمان غیبت امام دوازدهم شیعیان پیاده بکنه. این آثار زیادی نوشت و از فرزندان جناب موسی بن جعفر بود. ایشون میدونید که فرزندان زیادی داشت، که شما آقای شفتی است. با 22 واسطه به موسی کاظم میرسید، هفتمین امام شیعه. پدرش هم ملای روستای بود که در او زاده شد، جناب سید محمد نقی. زیاد اطلاعی از او در دست نیست، ولی محمد باقر در 20 سالگی روستا رو ترک کرد، رفت به کربلا، بعد نجف، پای درس محمد باقر، وحید بهبانی و سید علی طباطبایی و سید مهدی بحرالعلوم و یک گله آخوند نشست و در سال 1205 به ایران بازگشت. میگن وقتی که برگشت به ایران یک دستمال داشت و مقداری نان خشک و یک کتاب مدارک و چیز دیگه ای نداشت. رفت مدرسه چارباغ، ولی از اونجا اخراجش کردند. متعالی مدرسه راضی نبود، رفت بیرون و رفت یه مدرسه دیگه، مدرسه میرزا حسین، و اونجا مجلسش رونق گرفت و امام یکی از مساجد شد و رفت به اوج. او در آغاز مشتهدی گمنام بود، اما با اجرای حدود شرعی، یعنی دستور شلاق زدن و گردن زدن و دست بریدن و اعدام کردن، با اجازه علمای نامدار اصفهان شهرت یافت. ایشون از اواخر سلطنت فتحعلی‌شاه قاجار تا اواخر دوران محمدشاه در اصفهان مرجع تقلید عامه اهالی ایران بود. شما نگاه بکنید، رو این تاکید میکنم، مرجع تقلید ما مردم بود، یعنی نماینده هویت ما بود، زیرا ما شیعه اثناعشری بودیم. شما از یک مثلا فرانسوی میپرسیدید 50 سال قبل که تو کی هستی، میگه من فرانسوی هستم. آمریکایی میگه من آمریکایی هستم. ما اگر که بدنه خلاصه عمومی مردم رو میپرسیدیم از یک کسی، میگفت من شیعه اثناعشری هستم آقا یا سیدم. یعنی هویتش ایرانی و ایرانیت نبود، سید بودنش بود، کربلایی بودنش بود، حاجی بودنش بود و شیعه اثناعشری. ایشون جناب شفتی مرجع عامه اهالی ایران بود تا آخر دوره محمدشاه. ایشون مشهور بودنش به خاطر این بود که در کشتن کسانی که حکم اعدامشون رو میداد شرعن، خودش این کار رو انجام میداد. یه قبرستانی در اصفهان هست نزدیک خونه او، خونه که زندگی میکرد، محل دفن اجسادی است که خود او کشته بود و موسوم هست به قبله دعا. 80 نفر حداقل به دست این آیت الله و حجت راستین اسلام کشته شدند و همراه با کشتن مردم ابهت و قدرتش بیشتر و بیشتر شد و همچنان بر سریر قدرت و اعتقاد ماند
این نقطه ای است که پنهانه در زندگی ما مردم. یعنی ما، من بارها گفتم، وقتی میخوایم نقد بکنیم ممکنه بعضی بهشون بر بخوره، مهم نیست، برای اینکه حرف حق رو موقع آدم میزنه خیلی خوششون نمیاد. من بارها گفتم حق شماست دوره پهلوی رو نقد بکنید، ولی خودمون در نریم که 200 سال قبل از 150 سال قبل از روی کار آمدن رضا شاه، این جناب محل اعتماد و اعتقاد بیشتر مردم ایرانی بود که شیعه بودند و آدم میکشت و ما ککمون نمیگزید، زیرا قبول داشتیم افکار این بابا رو. و همراه با کشتارش رفت به تجارت مشغول شد و وجوه شرعی رو به کار تجارت خلاصه مصرف کرد و در شمار ثروتمندان بزرگ از خودش در آمد. محمد تنکابونی در کتاب قصص العلماء درباره ثروت او میگه که در شهر اصفهان 400 کاروانسرا از مال خود داشت و گویا نزدیک به 1000 باب مغازه مربوط به او بود. املاکی که در بروجرد داشت درآمد آن سالی 6000 تومان بود. 6000 تومان اون موقع چندین و چند میلیون دوره محمد رضاشاه بود که الان باید گفت میلیاردها بود با پول کنونی. و در یزد املاکش درآمدش سالی 2000 تومان بود. میگن در دوره تحصیل او حتی غذا نداشت بخوره، از گرسنگی قش میکرد اول کار. سید علی طباطبایی که در کربلا استاد چفتی بود به یه نفر گفت که روزی 2 تا نون به او بده که یکی صبح بخوره یکی شب و نمیره. ولی در سال 1221 وقتی این جناب به حج رفت 2000 نفر در رکاب این جناب بودند و با او طواف میکردن و مانند یک خدایگان خلاصه زندگی میکرد. چندین همسر گرفت، بچه های زیادی تولید کرد که راهش رو ادامه دادن و دیدگاه های مذهبی مشخصی داشت که دیدگاه های اصلی و راستی نیست که الان هم در جمهوری اسلامی خمینی و خامنه ای ما شاهدیم. یعنی باید این رو رفت دید و شناخت. و نیز استادش رو، جناب بهبهانی رو، محمد باقر وحید بهبهانی که شفتی از نقطه نظرات او تأثیر پذیرفته بود و این کارهایی که انجام داد زیر پرتو نقطه نظرات جناب محمد باقر وحید بهبهانی بود که الان هم از آخوندهایی است که بسیار محبوب خاطرش و معروفه که این فرد نیز تبدیل به چنان مشهدی شد که وقتی راه می رفت خلاصه این جناب بهبهانی از یکی از شاگردان معروفش به نام شیخ جعفر نجفی نوشته است که همیشه افراد مسلحی همراه آقای بهبهانی بودند که هر حکم فقهی را که ایشان دادند اجرا کنند. این نحوه عمل کرد الگوی بسیاری از روحانیان شیعه در دوران قاجار گردید. محمد باقر شفتی به عنوان شیخ الاسلام اصفهان رساله‌ای در باب اجرای حدود، یعنی کشتار گردن زدن توسط مجتهدین نوشت که خلاصه خیلی از روحانیون اون رو اجراشو مجاز میدونستن، مثل شیخ مفید، سید مرتضی، علامه اهلی، اینا از بزرگترین آخوندهای شیعه هستن که تفکر آخوندهای کنونی زیر پرتو اندیشه های اون هست. و نیز مقوله امر معروف نهی از منکر. و خلاصه وضعیت علما در حقیقت بعد از دوره صفوی به خلاصه نقطه ای رسید که هر کاری دلشون میخواست میکردن. شفتی، یعنی وقتی من میگم شفتی میخوام بدونید که در دوره کنونی آخوند با چه نگاهی در جلو میره. میگفت که اجرای حدود توسط آخوندها واجب است و دیدگاه قبلی رو
مثلا کتاب جامعه عباسی معرفی کرده بود که باید احتیاط کرد، رد کرد و خلاصه هر کار خاص کرد. نمونه دیگه در صفحه 101 کتاب روضة الجنات فی احوال العلماء و السادات، یعنی خلاصه کتاب باغ‌های بهشتی در احوال وضعیت علما و سیدها، اثر میرزا محمد باقر موسوی خونساری، اشاره شده که حضرت حجت الاسلام سید محمد باقر شفتی حد کشتن را در مورد 90 تا 120 نفر به دست خود اجرا کرده و خلاصه خیلی دیگه اینو اشاره کردن. محمد علی مدرس تبریزی نیز در صفحه 28 کتاب ریحانت الادب به همین موضوع اشاره کرده و نمونه‌های زیادی داریم که میگن که ایشون در اجرای حدود الهی که به دستور الله باید انجام بشه کوتاه نمی اومد و حتی یک بار که در خیابان داشت راه می رفت با همراهانش، یک شاگرد بنای گویا کار زشتی انجام داده بود که ایشون رفت خونه و شمشیر رو برداشت اومد و گردنش رو زد. و جالبه که این آدم پس از این که نفرات رو میکشت میرفت براشون نماز میخوند و گریه میکرد و طلب آموزش و بخشش میکرد. حالا ببینید که ما در چه مملکتی و با چه کسانی زندگی میکردیم و چه مزخرفاتی در مورد کرامات این آدم میگن که علت پولدار شدنش دزدی ها و غارت اموال مردم بود و خوردن سهم امام، ولی میگن که در شرایطش نوشتن گوش خریده بود، فقیر بود در اوایل و گوش خریده بود و داشت میرفت که پس از مدت ها یک آگوشتی بخوره، در راه خانه سگ خیلی لاغری رو دید که با توله‌هاش خوابیده و توله‌هاش نمیتونن شیر بخورن، مادرشون شیر نداشت. جناب شفتی با دیدن این صحنه گوش رو جلوی سگ میندازه و سگ پس از خوردن گوشت با گوشه چشم از او تشکر میکنه و دعا میکنه و اینطوری گره از کار شفتی باز میشه و میلیاردر میشه. اینها بودند. شما نگاه بکنید، این کسی است که هویت بخش عظیمی از ما مردم رو چیکار میکرد؟ نمایندگی میکرد و همینها بودند که آمدند تا دوره پهلوی سال 57 و موفق شدند که قدرت رو به دست بگیرند. کارنامه آخوندها فقط مال شفتی نیست. شما کارنامه آخوندها رو اصلا در همین 43 سال که مدتها ما همچنان مسموم تفکر آخوندها بودیم بررسی بکنیم. چه کردن روحانیت شیعه؟ ما تازه بیدار شدیم. کارنامه اینها برای چپاول ثروت، برای به دست آوردن قدرت، در فساد، در بیرحمی، در آدم کشی، در فریب و تقلب و هر کاری که فکر بکنید واقعا بی‌نظیر. یعنی ما هیچ جای دیگه هیچ رژیمی رو پیدا نمی کنیم که سیستمش روحانی باشه و این کارها رو بکنن. شما از همراهی اینها با مثلا پوتین، در حالی که زیر بمباران و سرکوب داره مردم رو، میشه از دولت اوکراین مثلا انتقاد کرد، ولی آیا ما شاهد بودیم که در حالی که هزاران نفر رو کشتن، زیر ساختای زندگیشون رو از بین بردند، این حضرات، این امامان جمعه مثلا یک نفسی برآورند و یک انتقادی بکنند، تایید کردند و در جریان سوریه شما نگاه کنید 400 هزار نفر کشته شدند. یکی از همکاران اصلی این جناب بشار اسد امام بر سران ایران هستند که رفیق هستند. فیلم ها رو دیدید، اکثر رو دیدید در آغوش میکردن دیگر رو
و عین خیالشون نیست. چند صد هزار نفر کشته شدند، چند میلیون سوری آواره شدند و مهم نیست برای اینها. یعنی اینها تجربه هایی رو که در بیرون دارن الان دارن در داخل ایران در این جنگ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هویتی انجام میدن. از سوریه بیایید در خود ایران، چقدر رو در ایران کشتن، ترور کردن، به زندان انداختن، و از سینما رکس آبادان شروع بکنید که توسط آخوندها آتیش زده شد، تا سرنگون کردن هواپیمای مسافربری و اعلام این که کار دیگه بوده، و خلاصه هر جا که قتلگاهی میبینید آخوند و آیین آخوند و خدای آخوند و دین آخوند ایستاده. باز هم از ساعت بیشتر به هم بریم، یعنی وقتی در پی شناخت هویت و شناخت جنگ هویت هستیم، باید بی پرده جلو رفت، بی پرده سخن گفت، سد و مانعی رو رعایت نکرد، به خصوص وقتی که در زمینه فرهنگ داریم صحبت میکنیم. مدت ها ما دست به اسرار رفتیم، مدت ها گفتیم که انشاءالله بز است، آخوند این کار کرده، آقا حضرت عباس جور دیگه بوده، آخوند این کار کرده، قرآن منظورش این نبوده. خب میتونیم بریم بخوانیم. ما من بارها گفتم ما حق انتقاد داریم بعد از 43 سال ظلم مطلق و بعد از 14 قرن مسمومیت و بعد از 400 سال مسمومیت غلیظ شیعی، یا همچنان باید بترسیم؟ آقایی چی نگید؟ خیلی وقتا چی نمیگفتیم؟ روشنفکران ما دست به عصا را میرفتن، حتی بهتریناشون، استاد ارجمند و عزیز استاد زرینکوب، بیش از آنچه نوشت میدانست، بیش از آنچه بیان کرد حس کرده بود که تاریخ ایران چگونه با آخوند و با اسلام و با خدای آخوند، الله و با پیامبر آخوند، محمد و امامان آخوند جلو رفته. ولی چون محصور بود در مردمی معتقد، مجبور بود احترام اونا رو رعایت بکنه یا بترسه. من این رو تأکید میکنم از استاد زرینکوب، چون میخوایم تاریخ رو بفهمیم. شاه ایران محمد رضا شاه، تا میتونید عیوبش رو بگید، اشتباهاتش رو بگید، آقا فلان کار رو نباید میکرد، نباید احزاب رو میبست، نباید مصدق رو بعد از این که مثلا به زندان انداخت چرا آزاد نکرد، اگر آزاد کرده بود فرزن این زخمی که خون ریز شد و به خصوص آخوندها از اون سود زیادی بردند و جلوی شناخت ما رو گرفت، خلاصه التیام میافت. ولی چنان که ما محصور بودیم در آخوند و احترام به آخوند، و نویسنده ما، روشنفکر ما، به خاطر احترام مردم، مردمی که شیعه بودن، معتقد به حضرت عباس بودن، بودیم، هنوز هم عده‌ای هستند، او نیز محصور بود در مردم خودش، مردمی که بر اونها حکومت میکرد و بنابراین نمیتونست خیلی کارا رو بکنه، و ضرر کرد. یعنی اگر فهمیده بود که نباید مجامله کرد با آخوندها، و اگر رها شده بود، او نیست چون مسلمون بود، ما وضع دیگه ای داشتیم. باید به عمر رفت، باید حقیقت رو روشن دید. بحث‌های تاریخی، بحث‌های فرهنگی، بحث‌های سنگینیه، ساده نمیشه ازش گذشت. وقتی ما میخوایم به نقد بپردازیم، من با دوستانی که عقاید دیگه ای دارند یا گاهی من رو میکشند به انتقاد،
میگم تاریخ مسائل سیاسی رو نمیشه بدون زمین های تاریخیش دید که. و وقتی میخوایم مشکل مثلا جامعه سال 57 رو بدانیم، باید بفهمیم که سلطان محمود غزنوی، ملکشاه سلجوقی، یعقوب لیث صفار، امیر اسماعیل سامانی با اینکه قدرت نظام و ارتششون بیش از خلیفه عباسی بود، به خلیفه باج میدادن، کنیز و غلام میفرستادن، پول و سکه و طلا و درهم و دینار و اسم خلیفه ای رو که در بغداد مشغول عیش و عشرت بود و کنیز بازی و مدارس موسیقی خودش، باید قبل از خودشون ببرن، زیرا اگه نمی بردن مردم مسلمون ترش میکردن. آقا یعقوب مرتد شده، ملکشاه سلجوقی بیدین شده، سلطان محمود غزنوی فلان شده و بعد شورش میکردند. ما این چنین با تاریخ رو ببینیم و نیز غلظت مسمومیت تاریخی رو که حاصل کار فقط آخوند نیست، ریشه ها قوی تر از اینه. این کشتاری که الان آخوند دارن میکنن از جوان ها و اون رئیس قوه قضایی و سخنگوش میگه آقا باید کشت، شما برید تو روایات شیعی، حالا این روزها اینقدر طور شده که آخونده مجبور شدن یه مقدار بگن آقا برخی روایات مثلا جعلی است، ولی خشونتی که الان در جنگ دو هویت توسط آخونده اعمال میشه پایه های تئوریک ایدئولوژیک داره. منابع روایی شیعه رو بریم بخونیم، مثلا بار و ننبار و غیبت نعمانی، میگن وقتی امام زمان ظهور میکنه به دست او سیل خون جاری خواهد شد و کشتارهایی انجام خواهد شد که مو بر تن راست میکنه. شما نگاه بکنید، منجی جهانی میخواد بیاد، حالا بگذارم از اینکه دوستان عزیز با توجه بکنن چقدر این فلسفه تاریخی که ما حداقل 400 سال به طور قوی اون پابند بودیم مسخره است. روا باشد به ریش خود مقداری بخندیم که یه بچه رفته تو چاه که الان خود آخوندان بعضیشون قبول ندارن که اصلا چنین کسی وجود داره. داستان من قبلا هم صحبت کردم توی زمین، هم من و هم با دوستانی که در برنامه های دیگه جمعی به نقد تاریخ اسلام پرداخته بودیم، که امام دوازدهم بچه نداشت، وقتی مرد سیستم خمس زکات به هم میخورد، منبع غارت و دزدی آخوندهای اون دوره. این سه چهار تا خلاصه نمایندگان امام زمان، نواب اربعه، آدمای باهوشی بودن. یه بچه که میگن به دنیا آمده کسی هم ندیده بود بردن توی چاهی که من در سامرا رفتم دیدم، واقعا دوبار این چاه رو، یه چاهی که عمقش هم بیش از یه متر بیشتر نیست، یه سو گودالیه که یه متر دو متر عمقش، جای مقدس شیعیانه. یه چند تا عکس هم من با اون خدامش گرفتم که دارم. رفته اونجا هزارو صد و اندی سال، 200 اندی سال است که ایشون در این چاه فرو رفته و بعد حالا جای مختلف دیده شده، قرار بیاد تکلیف تاریخ بشریت رو این 12 امام سید علوی فاطمی محمدی روشن بکنه، بره ژاپنیا رو نجات بده، آمریکایی‌ها رو، فرانسوی‌ها رو. و ما ملت معتقد بودیم، ببینید کمی فکر بکنیم آخه، زیرا میخکوب ترس بودیم. اون دعایی که در عهد جوانی من کمتر مسجد میرفتم، ولی وقتی میرفتم آخر روزه آخوند بلند میشد از جلو، السلام علیک یا امام زمان، از طرف چپ یا خلیفه الرحمن یا امام انس و جان، که دیگه تکلیف همه چی روشن بود. خلیفه رحمان و امام انس و جن و اینها
به چپ و راست میچرخیدیم، دعا میکردیم، خوشحال و خندان میرفتیم خونه. امام زمانمون با ما بود. ولی یک بار این 1200 گرم مغزی رو که بالاخره جهان آفرین در ما به ودیعه گذاشته تا ما تغییر بکنیم، نو بشیم، به کار نمینداختیم که به چه دلیلی بعد از یه مملکت مثلا خاورمیانه ای یک کسی از چاه بیاد بیرون همه جهان نجات بده. اصلا فکر نمی کردیم. و می بینیم رهبر فرانسه سازمان سیاسی که من دوزش بودم وقتی از فرانسه میره به اونجا به عراق، من حضور داشتم دیگه، لیست کشتگان سازمان خودش رو میده به امام زمان تقدیم میکنه. دو دلیل داره، یا او معتقده به این که واقعا وای به این اعتقاد. اینجاست که من اصلا شک میکنم به هر سازمانی که پایه مذهبی داره، که با خرافه آغشته است، که نمیتونه تکون بخوره، که در کنار آخونده هست از نظر تفکر، و یا اینکه به حماقت مردم معتقده. یا مردم احمقن، بنابراین ما چرا پایگاه مشروعیت خودمون از دست بدیم؟ پس به چیزی که مردم معتقدن ما احترام بذاریم. ولی تعهد و مسئولیت کجاست؟ چرا نباید شورید؟ چرا در قرن 21 که جهان رنسانس پشت سر گذاشته، این همه اختراع و اکتشاف، ما رفتیم دنبال همون چاه و کسی که قرار بیاد بشریت نجات بده. حالا این به کناری، ولی محتوای این چاه رو، محتوای این آقا رو که قرار بیاد بیرون، این محتوا محتوایی است که امروز داره گلوله شلیک میکنه به مغز زنان و دختران و فرزندان ما در خیابان‌های تهران، کردستان، بلوچستان و میکشه. شما واقعا باید ما برویم و ببینیم که خلاصه چه بر سر ما آمده است. این درد واقعا بزرگ ماست. و اگر ما بریم و اسناد رو ببینیم، اسنادی که روزگار ما رو سیاه کرده واقعا، و این منجی رو ما بشناسیم که چه کرد و محتوا و اندرونه این منجی چیست بر اساس اسنادی که وجود داره. شما نگاه بکنید، یکی از چیزهایی که درباره ایشون میگن فراتر از اون شخصیت و باور به مهدویت، احادیثی است که در مورد کارکرد ایشون میگن، کارکردی که میتونه امروز آلت دست آخوندهایی باشه که توی دادگاه ها مشغول دادن حکم اعدامند، آخوندهایی که دستور تجاوز به دختران دستگیر شده رو میدن که آقا اینا محاربن، هر کاری میخواد باشون بکنیم مثل داعش. اخباری که در کتابهای معتبر اینا نوشته شده، بخشیش میگن آقا قبل از ظهور آغاز که خلاصه جنگ میشه، بیماری میشه، چون آقا میخواد بیاد کشتار میشه، حتی این کرونا که اومده بود میگفتن آقا ممکنه ظهور بکنه، و دسته دیگه مربوط به کشتارهای خود حضرت امام است. در کتاب غیبت نعمانی صفحه 234 روایتی است که علامه مجلسی همون رو در کتاب بهار الانوار نقل کرده و این رو ابی حمزه سمالی یا سمالی با سه سنخته اون رو از امام باقر نقل می کند و میگوید کار مهدی جز کشتن چیز دیگری نیست و از هیچ کس توبه نمیخواد. خب شما نگاه کنید، کسی که جهان رو میخواد نجات بده و بشریت رو خلاصه به رستگاری برسونه، کسی است که کارش به قول ابی حمزه و امام باقر جز کشتن نیست، و این اگر که تبدیل بشه به اندیشه و تفکر ملایی که در حکومت میکنه، مرزی رو
نخواهد شناخت. بعد در روایت دیگر در جلد 52 صفحه 353 بارون انوار نوشته که امام زمان مأمور به کشتن است، یعنی از طرف پروردگار باید بکشد. پل بزنید از این هویت و این اندیشه هویتی به دادگاه کنونی، به خمینی، به خامنه‌ای، به لاجوردی، و بدانیم که چرا اونها راحت میتونن بکشن و چطور کسی میتونه یک دختر جوانی رو یا حتی یک پسر جوانی رو 15-16 ساله که اومده اعتراض بکنه به نبودن آزادی، در زندان تکه پاره بکنن و تجاوز بکنن و بعد جسدش رو بدون آن که خانوادش ببینه دفن بکنن تا نفهمن چه بر سر او آوردن. اخیراً که خبرهایی هست که میگن برخی اعضای بدن رو حتی خارج میکنن برای فروش و همین دلیل نمیدن تحویل خانواده. همه چیز امکان پذیر. روایت ابوالجارود از امام باقر در جلد 52 صفحه 291 بارون‌انوار. بارون‌انوار کتابی است که مجموعه احادیث بقیه کتب رو جمع آوری کرده و یک دارت المعارفی است از واقعا حدیث و خرافه. برای آخوند حدیث، برای امثال بنده خرافه. ایشون می‌فرماید در صفحه 291 جلد 52، امام زمان عجل الله تعالی فرجه آنقدر از مردم می‌کشد که جز دین محمد باقی نمی‌ماند. یعنی در جهان، سراسر جهان رو باید خون فرا بگیره. و بعد روایت بشیر نبال از امام باقر می‌فرماید ایشان همچون قصاب که گوسفند را می‌کشد آنان را می‌کشد. و از روایتی است که در جلد 52 صفحه 357 بارون‌انوار آمده. بعد حدیث است که فراریان رو می‌کشه و کسانی که نوادگان امام حسین رو کشتن اونها رو همه رو خواهد کشت. و خلاصه روایت دیگر کشتن باقی مانده بنی امیه است. و سرانجام در جلد 52 صفحه 389 کشتن مردان و شکافتن شکم زنان است. و انواع اقسام چیزهای تکوندنده ای که ما شاهدیم که نقد شده و اینها رو ما نمیدونستیم. اینها اگر تدریس شده بود، اگر بارون‌انوار رو در دانشکده مثلا الهیاتی که بنده درس میخوندم در کنار تبصرات المتعلمین علامه هلی و اصول کافی تدریس میکردند، اگر در دانشگاه ها در دوره محمد رضا شاه که به نظر من خدمات بسیاری به این میان کرد، این کتاب ها تدریس می شد. یعنی همین شخصیت امام زمان و این که با تکنیک استاد امیر حسین خنجی که واقعا بسیار هوشیارانه عمل کردیم، مدت ها آخوندان نفهمیدن تا موقعی که فهمیدن چه کلکی خوردن. کتاب می نوشت که آقا جان رسول الله خوشش اومد از فلان زن، پناه به خدا برد، ولی خودشون که نمیخواست یا اصلا نمیخواست اون زن رو. اون زن اومد خودش گفت که شما با من ازدواج کن به خاطر اینکه من به بهش برم، چون میگن اگر که دست پیامبر به آدم بخوره یا بدنش بدن آدم بهشت میشه. پیامبر قبول نمیکرد، ولی یه مرتبه جبرئیل نازل میشد، بالاخره خداوند دستور میداد. یعنی چه؟ چرا این کار نمیکنی؟ ازدواج کن. خب این تکنیک خوبیست. خنجی حرف خودش رو میزد و ما رو به تفکر وامی داشت. واقعا من پیشنهاد میکنم که در کنار کتاب های زرین کوب، علی دشتی و کسانی که تو این زمینه کار کردن، دوستار آرامش، شجاع‌الدین شفا و بسیاری دیگه که الان یک سیلابی است از اندیشه و تفکر که ما شاهدیم که روانه است، باید کارهای دکتر امیرحسین خنجی رو خوند. واقعا این مرد بزرگ که یادش گرامی باد
بسیار بسیار زحمت کشید تو این زمینه. خب این تکنیک رو میشد به کار گرفت، در دانشگاه این کتاب رو تدریس کرد. این در تضاد با خرد انسانی است. ما بدون اینکه توهین بشه به مجلسی یا امام محمد باقر، وقتی که حدیث رو میخونیم که آقا جان خلاصه مثل گوسفند سر انسانها بریده خواهد شد، به شک دچار میشدیم و میاندیشیدیم و این شک موجب میشد که به دام آخوند نیفتیم. ولی متاسفانه این کار نشد و آخوندها بردند. باز هم حدیث تو این زمینه فراوونه، یعنی به کار بردن زور، این که تمام اقوام دیگر رو که دین دیگه دارن میکشه و از این چیزها. حالا این قضیه اینقدر شور شده و الان که توسط اندیشمندان، توسط اهل فکر ارائه میشه، آخوندها شروع کردن به تلاش که آقا جان این نظریات مستحکم نیست، مثلا این سند ضعیف، فلان کس رو گفتن نمیدونم بشه با شیطان رابطه داره و اسلام دینی است که گفته که لا اکراه فی دین، و پس چرا پس امام زمان میتونه بکشه، پس این واقعی نیست، در حالی که باز هم راه حل وجود داره. ما لا اکراه فی دین رو میتونیم ببینیم با خوندن تاریخ ایران، تاریخ اسلام، و این که در قرآن چه خبر است و چه باید کرد، تا بدانیم که لایکراه دین در چارچوب تفکری است که اونها ارائه می کنند و یک واقعیت نیست. و یا اینکه احادیثی مثلا شروع کردن که امام رضا در توصیف امامان می گوید، مثلا امام محمد باقر که اون حدیث گفته بود، امام آن همدم و همراه، آن پدر مهربان و برادر مهربان بوده و همانند مادر دلسوز به فرزند خردسال و پناهگاه بندگان در واقعه هولناک است. خب ما میتونیم بگیم که ما که متاسفانه امام باقر رو ندیدیم، ولی خوشبختانه دلسوزی، همدمی، پدر مهربانی، برادر مهربانی حضرت امام خمینی و امام خامنه‌ای رو داریم میبینیم و دیدیم که خلاصه چه محبتی شامل حال ملت ایران شد. بعد دوباره اشاره می کنند که چون دین اسلام جاودانه است، بنابراین تغییری در رفتار با اهل کتاب انجام نمیشه. زمان پیغمبر با اهل کتاب با دریافت جزیه با محبت انجام می شد و اصل جاودانگی اسلام نیز شامل حکم جزیه و رفتار مسالمت‌آمیز با اهل کتاب در عصر ظهور می‌گردد. شما توجه داشته باشید که آخوندها اینجا هم وقتی که میخوان بگن که با محبت هست، ولی جزیه رو باید بدن. مثلا مسیحی‌ها، کلیمی‌ها، زرتشتی‌ها، بودایی‌ها باید جزیه بدن، ولی نمی‌کشن، یعنی تا پایین نرفتن. ولی به جز این ما میتونیم بریم رفتار پیامبر گرامی اسلام رو در صدر اسلام در اون سالی پنج جنگی که انجام میداد با بنی قریظه، با بنی نذیر، با بنی مستلق و با اون شاعرانی که علیه او شعر سروده بودند و دستور خلاص کردنشون رو داد ببینیم، تا بدانیم که چه خبر هست. یا کشتار مرتدان که دیگه شک پذیر نیست، مرتدی که از دین برمیگرده باید کشتش، و زمان امام زمان هم مرتدین خلاصه کشته خواهند شد، ولی ملا ولکن نیست و حتی تا جای میره موقعی که میخواد اینا رو نفی بکنه که آقا در زمان امام زمان خلاصه آیا خوک ها کشته میشن یا کشته نمیشن، ولی بعد میگن نه زمان امام زمان خوک ها کشته نخواهند شد. اینها گوشه هایی است از ماجرا، ولی باز هم بیش از این رو ما داریم. و وقتی که ما راه گریز آخوندها رو
میبینیم که این حضرات پناه میبرند به دوران خلفای اولیه، یعنی ابوبکر، عمر و عثمان، و مثلا در جنگ ذات العیون در زمان ابوبکر قتل 70,000 نفر رو اعلام میکنن، در یک جنگ دیگه 30,000 نفر در زمان ابوبکر، در زمان عمر خلیفه دوم 100,000 نفر در یک جنگ، 40,000 نفر در یک جنگ دیگه، فتح همدان و قتل مردم همدان در زمان عثمان، باجگیری در زمان عثمان، اینها رو ارائه می کنند به دو دلیل، یکی اینکه میخوان خودشون رو در ببرند، یکی اینکه تمام گناه رو میخوان بزن به گردن خلفایی که میگن خلفای سنی هستن و حق علی رو خوردند. ولی بعد این اسناد خوند، اسناد بسیار جالبیه، چون بیشتر این کشتارا تو ایران انجام گرفته، یعنی این هویتی که به خصوص به لطف و قدرت و هوشیاری عمر وارد ایران شد و سرنگون کرد دولت ساسانی رو، باید نخست از اونا پرسید که اون قسمت رو چرا پنهان کردید که نزدیکترین یار ابوبکر و نزدیکترین یار عمر و نیز همراه عثمان امام اول شیعیان علی ابن ابی طالب بود و این کشتارها فقط بر گردن کسانی که شما میگید استوار نیست، بلکه باید کشتارها رو دید، دقیق خوند، باید دید که چه کسانی رو کشتند، آیا مردم چه کشوری رو کشتند، مثلا فتح انبار که انبار قلعه پایتخت ساسانیان بود، نوشتند که خالد ابن ولید سیف الله، لقب سیف الله را از طرف پیغمبر داشت، به سوی انبار حرکت کرد، نگهبانان این شهر که از لشکر شیرزاد صاحب این شهر فرمانده شهر بودند مقاومت کردند، خالد دستور داد که آنها که به سوی آنها تیراندازی کنند و چشمان آنها را هدف قرار گیرند و خلاصه هزاران چشم رو کور کردند. آدم بیاد شیخ علی خامنه‌ای میفته این روزها که دقیقا در نبرد ذات العیون، یعنی صاحبان چشما، این یعنی چشم، عیون یعنی چشما، یعنی این جنگ به دلیل کور کردن ذات العیون و به گردن خالد ابن ولید میدازن و خلیفه دوم. ولی واقعیت اینه که با خلیفه دوم خلیفه چهارم نیز همراه بود، یا قتل 70,000 نفر رو ابن عزیر جزری در کتاب الکامل فی تاریخ و نویری در نهایت العرب و ابن کثیر دمشقی در البدایت و النهایه و ابن خلدون در مقدمه خودش میگوید 70,000 نفر در زمان ابوبکر کشته شدند، مشرکین یعنی ایمان ایرانیان، مقاومت بزرگی کردند و بهمن جازوه یا جازویه فرمانده بود، میجنگید و خالد سوگند خورد اگر شکستشان دادم هر آن کس را که با آنها دست بیابم خواهم کشت، و اهالی فارس شکست خوردن. شخصی از ماموران خالد فریاد زد اسرا را بگیرید و هر کس مقاومت کرد بکشید. پس شبانه روز مشغول گردن زدن شدند و جوی خون جاری شد. باز هم هست اسناد، فرصت نیست، اگر نه من همه اونها رو میخوندم. ولی سوال اینه که این پایه ها الان در حکومت خامنه ای ادامه داره. آخوندها نمیتوانند مثل دوره خالد
در شهر انوار فرزند جوی خون راه بیندازند. این مملکت خوردشون خواهد کرد. ولی نگاه بکنید، اشاره من به هویتی است که سیلان داره جاری است. از آغاز اسلام، از احادیثی که در بهار الانوار و کتابهای دیگه است و شخصیت امام زمان رو نشون میده، کشتارها رو، سربریدنها رو مثل گوسفند، و نیز بریم به صدر اسلام و نیز بریم به کتابی که میگویند توسط جبرئیل نازل شد، در آینده من خواهم پرداخت. یعنی توجه داشته باشیم که ما این بار با یک جنگ سنگین روبرویم، جنگ هویت. و برای اینکه این جنگ رو ببریم باید این هویت رو بشناسیم، باید نترسیم از مزخرفات آخوندی. حال که این نسل نو به میدان آمده، بلند قامت و نمی ترسه، ما نیز باید در کنار اونها نهراسیم، خرافات رو به دور بریزیم و به سوی هویتی بریم که متعلق به ماست، هویتی مشترک در میهنی مشترک با مردمی که تاریخن و در یک جغرافیا زیستند و درد مشترک دارن، و این هویت هویت ایرانی بودنه با خوب و بدش. و وقتی که این هویت رو کشف کردیم میتونیم به نقد اون بنشینیم، نقاط تاریکش رو نقد کنیم و به کناری بگذاریم و نقاط روشنش رو زیب زندگی و کار و تلاش خودمون بکنیم. جنگ هویت جنگی است که میشه کلمه مقدس رو به معنای زمینی اون به کار برد. این جنگ رو با تمام قوا دنبال بکنیم و توجه داشته باشیم که بچه های جوان ما، شیر دختران و دلاور مردان ما در میدان نمایندگان این هویتند، هویتی که ما گم کرده بودیم و الان اینها دارن برای ما، برای همه مردم ایران پیدا میکنن. درود بر آنان باد. بحث در این باره زیاد من و سنگین، واقعا بدون تعارف برای هر کدوم از این بحث باید کلی تلاش کرد، ولی باید فهمید این بحث رو. در برنامه های آینده این بحث رو دنبال می کنیم در شناخت هویت راستین، و این بار ما به سوی روشنایی های هویت خودمون خواهیم رفت و هرچه بیشتر تاریکی های هویت جعلی رو که از آغاز قرن اول هجری شروع شد و سیلاب متعفنش تا الان جاری است، در روشنای شناخت قرار خواهیم داد. موفق باشید و تا درودی دیگر، بدرود.